سلام بر بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه ایران آزاد رو تقدیم میکنم. بینندگان، آقای شجره امروز لطف کردن و قرار برنامه من به مدت 15 دقیقه اضافه بشه و چون این امکان دارم که بتونم 15 دقیقه به تلفن‌های بینندگان جواب بدن، من در آخر برنامه تلفن‌ها رو باز میکنم و از بینندگانی که مایلن با من صحبت بکنن و سوالاتی دارن میتونن بیان روی خط تلفن و با هم صحبتی بکنن. بینندگان، بالاخره امروز با تمام صحبتهایی که من از 18 ماه پیش انجام میدادم و حتی قبل از 18 ماه، زمانی که نشستهای مخفی بین کشور ایران، نمایندگان ایران و آمریکا در مسقط در پایتخت عمان انجام می شد، یعنی در حدود 2 سال پیش، من همیشه به این مطلب اشاره می کردم که جمهوری اسلامی مجبور این توافق انجام بده و این توافق انجام خواهد داد. و تمامی صحبتهایی رو که می کردم بر اساس اسناد و شواهد و صحبتهای مخفی بود که پشت پرده انجام می شد و من در طول این 2 سال گذشته بخش عظیمی از این اسناد و شواهد رو برای بینندگان بازگو کرده بودم و امروز میدونیم که این توافق انجام شده و یک بار دیگه من به این مطلب اشاره خواهم کرد و جمع‌بندی خواهم کرد در رابطه با سیاست اتمی ایران و اینکه در توافق چه مطالبی گنجانده شده و یا گنجانده خواهد شد. قبل از اینکه من به صحبتام ادامه بدم، یک فیلمی در این مورد دارم که در واقع این توافق نشون میده و امروز 2 شخصیت ایرانی و خانم موگرینی این توافق رو اعلام کردن. فیلمیست درباره توافق گروه 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی. ابتدا این فیلم رو با هم میبینیم و بعدا من به صحبتام ادامه میدم. ممنون از رسانه ها که مذاکرات بی پایان ما را دنبال کنند طی این روزها. امروز یک روز تاریخی است. افتخار بزرگی است برای ما که اعلام بکنیم که ما به یک توافق دست یافته‌ایم در رابطه با مسئله اصلی ایران. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و قدرت رهبری، آنچه را که جهان امیدوارش بود ما تحویل دادیم. یک تعهد مشترک به صلح برای یک پارچگی در اینکه جهانمون رو امن‌تر بکنیم. این یک روز تاریخی است، همچنین به خاطر اینکه ما داریم خلق میکنیم شرایط لازم رو برای اعتماد سازی و باز کردن یک فصل تازه در روابطمون. این دستاوردها نتیجه یک تلاش جمعی است. هیچ کس فکر نمی‌کرد که آسون خواهد بود. تصمیمات تاریخی هیچ‌وقت آسون نیست، ولی به رغم تمام پیچ و تاب‌ها در مذاکرات و شمار تمدیدها، تصمیم راسخ و امیدوار به ما اجازه داد که فائق بیاییم و تمام لحظات دشوار دقایق مشکل رو پشت سر بگذاریم. ما به نسل کنونی و آینده و مسئولیت داشتیم. با تشکر از تعامل سازنده همه گروه های مذاکره کننده، ما توانستیم مذاکرات را با موفقیت به انجام برسانیم و اختلافی را که بیش از 10 سال ادامه داشت به پایان ببریم. ما مایل هستیم که از کلیه طرفین مذاکره کننده در این مسئله و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری جدیدش و همچنین دولت اتریش برای میهمان نوازی و حمایتشان تشکر کنیم. ما اتحادیه اروپا، مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه وزرای خارجه چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده در وین پس از چندین ماه کار سخت
توانستیم که متن توافق را بر اساس رؤوس به تفاهم شده در لوزان به اتمام برسانیم. سه کشور اتحادیه اروپا و سه کشور دیگر و همچنین جمهوری اسلامی ایران از این برجام استقبال میکنم که تضمین میکند که فعالیت هسته‌ای ایران مسالمت آمیز خواهد بود و تغییر رفتاری در حرکت‌های ایران وجود خواهد داشت. این توافق بر به صلح و امنیت منطقه و جهان بسیار کمک خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی تعهد کرده که به دنبال تسلیحات اتمی نباشد. برجام شامل طرح خود ایران با محدودیت‌های خاص بر فعالیت‌های آن و همچنین لغو تحریم‌های کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های یک جانبه کشورها میباشد و قرار است که همکاری‌هایی در زمینه انرژی، اقتصادی و مالی این تحریم‌ها برداشته شوند. ما 5 زمینه فنی داریم در زمینه‌های مختلف مانند اجرا. این زمائم با جزئیات کامل و خیلی خاص هستند. این بسیار اهمیت دارد زیرا که کلیه طرفین خواهان شفافیت و صریح بودن تعهد بودند. برجام یک توافق متوازنی هست که شامل همه موارد می شود، جزئیات کامل دارد و بسیار هم فنی است. ما الان نمی توانیم اون رو به طور خلاصه حتی برای شما بگوییم، اما خود توافق و زمام اون امروز و در روزهای آینده ارائه این منتشر خواهد شد و سپس توسط اتحادیه اروپا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. آنچه که امروز اعلام می کنیم نه تنها یک توافق بلکه یک توافق خوب است. توافق خوب برای هر دو طرف، همه طرفین. این توافق راه‌های ممکنی را برای آینده برای همکاری‌ها باز می‌کند و ما متعهد هستیم که این برجام کاملاً اجرا می‌شود و بر همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حساب می‌کنیم. ما از جهان می‌خواهیم که در اجرای این توافق تلاش تاریخی حمایت کند. این پایان مذاکرات ماست، اما پایان کار مشترک ما نیست. ما این کار رو با یکدیگر ادامه خواهیم داد. با تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me join. شما بخیر خانم آقایان. بگذارید به خانم موگرینی بپیوندم در سپاسگزاری از خبرنگاران به خاطر استقامتون، به خاطر اینکه همراهی ما کردید ما رو در این مذاکرات دشوار. اونطور که یک سنت شده برای ارائه امور، من همون کاغذی رو که خانم موگرینی به انگلیسی گفته است من به فارسی خواهم گفت. نگران نباشید، درست همونه. یک روز تاریخی است برای ما، افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم. با شجاعت، اراده سیاسی، احترام متقابل و مدیریت عالی، ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. یک تعهد مشترک به صلح، تلاش مشترک برای امن‌تر کردن دنیای ما. امروز همچنین یک روز تاریخی است به جان جهت که ما در حال ساختن شرایط لازم برای اعتماد و ایجاد فصل جدیدی در روابطمان هستیم. این دستاورد محصول یک تلاش جمعی است.
هیچ کس تصور نمی کرد که این کار آسانی باشد. تصمیمات تاریخ ساز هرگز آسان نیستند. ولی به رغم همه فراز و فرودها در طولان این مذاکرات و تمدیدهای مکرر، امید و اراده ما را قادر ساخت تا بر همه لحظات دشوار فائق آییم. ما همواره واقف بوده ایم که در قبال نسل حاضر و نسل‌های آینده مسئولیت داریم. به یمن تعامل سازنده همه طرف‌ها و تعهد و توانایی هیئت‌هایمان، ما با موفقیت مذاکرات را به انجام رسانده و اختلافی را که بیش از 10 سال به درازا کشیده بود حل و فصل کردیم. طی دهه گذشته افراد بسیاری در پیشبرد این مذاکرات دشوار نقش داشتند و ما از همه آنها تشکر می‌کنیم، همانطور که مایلیم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نقش اساسی و همکاری نزدیک آن و نیز از دولت اتریش برای حمایت و مهمان نوازیش سپاسگزاری کنیم. ما نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همراه با وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا پس از ماه‌ها کار فشرده در سطوح و اشکال مختلف در اینجا در وین گرد هم آمدیم تا متن برنامه جامع اقدام مشترک را بر مبنای مؤلفه‌های کلیدی که در تاریخ 13 فروردین ماه در لوزان سوئیس مورد موافقت واقع گردید مذاکره کنیم. امروز ما متن نهایی برنامه جامع اقدام مشترک را مورد توافق قرار دادیم. گروه 5+1 و جمهوری اسلامی ایران از این برنامه جامع اقدام مشترک تاریخی که ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین در رویکرد آنها نسبت به این موضوع می باشد استقبال می کنند. آنها انتظار دارند که اجرای کامل این برجام نقش مثبت در صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی ایفا نماید. ایران مجدداً تأکید می کند که تحت هیچ شرایطی در پی سلاح‌های هسته‌ای ساخت و یا تحصیل آنها نخواهد بود. برجام در برگیرنده برنامه بلند مدت ایران مشتمل بر محدودیت‌های توافق شده در مورد برنامه هسته‌ای بوده و لغو جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شامل گام‌هایی برای دسترسی در زمینه‌های تجارت، فناوری، تأمین مانی و انرژی را موجب خواهد شد. برنامه جامع اقدام مشترک مشتمل بر 1 متن اصلی و 5 پیوست فنی در مورد موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها، همکاری‌های صلح‌آمیز، همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، تأسیس کمیسیون مشترک و برنامه اجرایی می‌باشد. این اسناد با ذکر جزئیات و بسیار دقیق و پیچیده هستند. بنابراین نمی‌توان خلاصه کاملی از آنها را در اینجا ارائه کرد. متن کامل و پیوست‌های آن همین امروز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و ظرف چند روز آینده توسط گروه 5+1 برای تأیید توسط شورای امنیت به آن شورا تسلیم خواهد شد. ما می‌دانیم که این توافق مورد موشکافی و تأمل ژرف قرار خواهد گرفت. اما آنچه که ما امروز اعلام می‌کنیم تنها یک توافق نیست. بلکه یک توافق خوب است. توافقی خوب
برای همه طرفها و برای کل جامعه بین الملل. این توافق فرصتهای جدیدی را خواهد گشود و گامی است رو به جلو برای پایان دادن به بحرانی که بیش از 10 سال به طول انجامیده است. ما متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که این برنامه اقدام به طور کامل اجرا شود و روی کمک آژانس بین المللی انرژی اتمی حساب می کنیم. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که از اجرای این تلاش تاریخی حمایت کند. این پایان مذاکرات ماست، اما پایان کار مشترک ما نیست. ما همچنان این وظیفه خطیر را مشترکاً دنبال خواهیم نمود. خیلی متشکرم. خب بینندگان توجه کردید به صحبت‌های خانم مگرینی و آقای ظریف، ولی آن چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که در واقع این توافق یک پیروزی بزرگی برای مردم ایرانه، برای صلح جهانی است و امنیت جهانی است و شعله‌های عظیمی را که خاورمیانه را در بر گرفته شاید با این توافق بخشی از این شعله‌ها فروکش بکنه. بینندگان عزیز، توافق در واقع یک شکست عظیم برای رهبران جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. فراموش نکنیم که زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مورد حمایت خامنه‌ای چنین صحبت می‌کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد کاغذپاره‌های بیش نیستند، و در همین رابطه خامنه‌ای چنین مطرح می‌کرد که ما اقتصاد مقاومتی داریم و در مقابل غرب و کشورهای 5+1 مقابله خواهیم کرد و این تحریم ها هیچ ضربه‌ای به اقتصاد ایران نزاده. بینندگان، جمهوری اسلامی در مدت 28 سال تمام فعالیت اتمی میکنه. در مدت 15 سال تمام تعیین فعالیت اتمی جمهوری اسلامی مخفیانه انجام میشد، ولی ما میدونیم طبق قرارداد NPT، یعنی قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سال 1968 که ایران در سال 1970 اونا امضا کرده، ایران این اجازه را داشت طبق ماده 2 و 4 قرارداد NPT اورانیوم غنی بکنه، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه، راکتور داشته باشه و اورانیومی که حتی در سطحی که میخواد غنی بکنه و اونو در خارج از کشور به فروش برسونه. سوال من همیشه در طول سالهای گذشته این بود که چرا مدت 22 سال با اگه فوردو رو در نظر بگیریم و مدت 22 سال جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمیشو مخفی کرده بود. بینندگان، من در این مورد شکی نداشتم و امروز هم شکی ندارم که جمهوری اسلامی خواهان ساخت بمب اتمی بوده و اینو امروز یک بار دیگه تأکید میکنم. از اونجایی که اگه بخوام بحث به درازا بکشم ساعتها وقت میگیره، فقط به یک مطلب اشاره میکنم. میدونین در سال 2003 قذافی رهبر لیبی در واقع تسلیم شد و تمام تأسیسات اتمی خودشو در اختیار آمریکا قرار داد. در سال 2003 آژانس بین‌المللی اتمی در وین در اونجا سندی رو پیدا کرد، طرح ساخت بمب اتمی رو در لیبی پیدا کرد و همین طرح ساخت بمب اتمی رو شبیه اونو که جمهوری اسلامی هم از عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان دریافت کرده بود، در ایران در سال 2005 آژانس بین‌المللی اتمی پیدا کرد. بینندگان، اکنون 28 سال از فعالیت اتمی جمهوری اسلامی میگذره. خسارات عظیمی که جمهوری اسلامی با این سیاست اتمی خودش، فعالیت‌های اتمی خودش به مردم ایران زده تصور ناپذیره. ببینین، فقط 130 میلیارد دلار مخارج تأسیسات اتمی ایران بوده. در مدت کمتر از 3-4 سال تحریم‌ها جمهوری اسلامی با کاهشی در حدود 300 میلیارد دلار از فروش نفت روبرو بوده. اگه این دو رقم رو با هم جمع بکنیم، فقط 430 میلیارد دلار در این مدت خسارات مستقیم به مردم ایران و اقتصاد ایران وارد شده.
و مسئول اون جمهوری اسلامی و رهبران در واقع جنایتکار جمهوری اسلامی هستن. اگه ما به خسارت‌های اقتصادی بخوایم بپردازیم، هزارها، صدها و شاید هزار میلیارد دلار در واقع به ایران خسارت خورده و ضربه روحی که به مردم ایران خورده و فقری که امروز بین مردم ایران وجود داره تا ده ها سال آینده در واقع قابل ترمیم نخواهد بود. ولی خب امروز مردم پیروز شدن و این پیروزی را به احتمال قوی جشن خواهند گرفت. ولی همونطوری گفتم این ضربات عظیمی که به مردم ایران خورده تا ده ها سال آینده مشاهده خواهد شد. همونطوری که ضربات جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال تا به امروز، ببینین جنگ ایران و عراق در سال 1988 خاتمه پیدا کرد، یعنی در حدود 27 سال پیش، و هنوز ما میبینیم عواقب اون جنگ وجود داره و ضربه که به اقتصاد ایران خورده هنوز وجود داره، به ویژه ضربه سیاسی که نیروهای رادیکال و افراطی به انقلاب ایران زدن و ایرانو در واقع به بیراهه کشوندن هنوز وجود داره و این باعث خفقانی عظیمی در ایران و خفقانی بین مردم ایران شده. بینندگان، من یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم که نمیخوام ادعا بکنم که تنها روزنامه نگاری بودم که بر اساس ارقام و شواهد و اتفاقات و اسناد همیشه مطرح میکردم از توافق ژنو تا به امروز که این توافق انجام خواهد شد. نمیخوام چنین ادعایی رو بکنم، ولی میتونم ادعا بکنم که در طول 18 ماه شایدم بیشتر همیشه به این امر معتقد بودم که جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد و این توافق را خواهد پذیرفت. زمانی که سلطان قابوس امیر عمان در واقع واسطه شد بین جمهوری اسلامی و کشور آمریکا، من معتقد بودم که این توافق انجام خواهد شد. میدونین که بعدها در واقع توافق در لوزان انجام شد که من اعتقاد داشتم این توافق انجام میشه، و بعد از لوزان در مدت 3 ماه گذشته در هر برنامه‌ای که من مطرح کردم و از توافق اتمی صحبت کردم به این مطلب اشاره کردم که این توافق انجام خواهد شد. خب ببینین بر اساس اسناد چنین صحبتایی میشد، بر اساس شناخت تجربی و شناخت آکادمیک در واقع چنین صحبتایی رو من انجام میدادم، و همونطوری که در برنامه‌های گذشته گفتم من به حاشیه نمی پرداختم و جنگ روانی رو در واقع کنار میذاشتم و سعی میکردم به محتوای نشست ها و گفتگوها بپردازم. خب ما میدونیم در این مدت 8 سال گذشته در زمان احمدی نژاد، معذرت میخوام، در مدت زمان احمدی نژاد جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی و مافیای حکومتی بین 700 تا 800 میلیارد دلار از ثروت مردم رو غارت کردند و به خارج منتقل کردند. همین دیروز خبری پخش شد که رستمی، توجه بکنید، رستمی وزیر نفت آقای احمدی نژاد 11 میلیارد دلار، درست میشنوید، 11 میلیارد دلار در بانک های برزیل جابجا کرده. این خبری است که دیروز پکنت، سایت پکنت پخش کرده، و من همیشه وفادارم به گفته های خودم و سعی میکنم از منابع صحبت بکنم. پکنت میگه که آقای قاسمی وزیر نفت آقای احمدی نژاد 11 میلیارد دلار در بانک های برزیل جابجا کرده، غارت کرده. خب باید به این مطلب اشاره بکنیم. موقعی که من از توافق اتمی صحبت میکردم همیشه به این مطلب اشاره میکردم که تا سال 2011 درآمد نفتی ایران 118 میلیارد دلار بوده. در سالهای اخیر درآمد نفتی ایران فقط 20 میلیارد دلار بود، یعنی 1/6 درآمد نفتی ایران در سال 2011، و ایران دیگه قادر نبود مبلغ 60 تا 70 میلیارد دلار برای واردات لوازم لازم یا کالاهای لازم در واقع بپردازه، و دلیلش هم این بود که به طرف توافق اتمی میرفت تا بتونه این ورشکستگی اقتصادی را که به وجود آمده بود اینا برطرف بکنه. جمهوری اسلامی با فقر مطلق مردم روبرو بود. جمهوری اسلامی میدونست که کشور ایران ورشکسته است و نیمی از مردم ایران در فقر قرار دارند.
خطر شورش‌های اجتماعی بود و من چندین بار به این مطلب اشاره کردم و در هفته‌های گذشته به این مطلب اشاره کردم که در ایران کنونی در حدود 11 تا 12 میلیون تحصیل کرده جوان وجود داره و 6.5 میلیون تحصیل کرده جوان بیکار است. یعنی توجه بکنین، شورش‌های گرسنگان و یک پتانسیال انقلابی میتونست نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه و جمهوری اسلامی مجبور بود به خاطر اینکه بتونه جلوی شورش‌های مردم بگیره و این پتانسیال عظیم انقلابی رو جلوش بگیره، 6.5 میلیون تحصیل کرده کسانی که به تاریخ جنبش‌های اجتماعی در جهان و ایران آشنایی داشته باشن میدونن که همیشه در رأس جنبش‌های اجتماعی دانشجویان و روشنفکران ایران بودن و رژیم جمهوری اسلامی بالاخره جام زهر رو نوشید و آقای خامنه‌ای جام زهر رو نوشید و به این توافق تن در داد. و باید به این مطلب اشاره بکنیم که جمهوری اسلامی در این رابطه عقب نشینی کامل کرده و من به خاطری که این عقب نشینی رو نشون میدم، فیلمی به شما نشون میدم از سخنان آقای بارک اوباما که امروز انجام داده و در این فیلم و صحبتهای آقای اوباما دقیقاً اشاره شده که چه عقب نشینی های عظیمی را جمهوری اسلامی انجام داده و آقای خامنه‌ای در واقع جام زهر را نوشیده. توجه بکنین به این صحبتهای آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا. ایالات متحده و همکارانش به دست آوردی رسیدند که سالها خصومت نرسیده است. یک توافق فراگیر با ایران که جلوی دستیابی ایران رو به تسلیحات هسته‌ای بگیره. این نشون میده که دیپلماسی آمریکا میتونه تغییرات مفهومدار بیاره که جهان رو ایمنتر بکنه. این توافق همچنین در هماهنگی با قدرت رهبری آمریکاست. 50 سالی بیش نگذشته است که پرزیدنت کندی خطاب به مردم آمریکا گفت هرگز نباید از ترس مذاکره کرد، ولی نباید مذاکره را با ترس انجام داد. نیاز به مذاکره میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق رو مورد نظر قرار داشت. در اون روزها خطر میتونست یک جنگ اتمی باشه بین دو ابرقدرت. در حال حاضر خطر این هست که تسلیحات هسته‌ای به خصوص در خاورمیانه در دست کشورهای مختلف قرار بگیره که شکننده ترین منطقه دنیاست. امروز به خاطر اینکه آمریکا از یک موضع قدرت به مذاکره پرداخت، متکی بر اصول، جلوی اشاعه تسلیحات هسته‌ای رو در این منطقه گرفته. به خاطر این معامله جامعه بین المللی قادر خواهد بود که بازرسی بکنه، راستی آزمایی بکنه که جمهوری اسلامی ایران نتونه به سلاح اتمی دست پیدا کنه. این توافق تمام اون اصولی رو که ما در نظر داشتیم موقع شالودریزی یک چارچوب رعایت میکنه و اون که مسیر ایران به تسلیحات هسته‌ای در واقع به کل قطع شده و تمام اصول لازم برای راستی آزمایی به مرحله اجرا در خواهد آمد. ایران نخواهد تونست اون غنی‌سازی اورانیوم رو برای تسلیحات اتمی انجام بده، چیزی که میتونه منتهی به یه بمب اتمی بشه. به خاطر این توافق ایران برخواهد چیز 2/3 از سانتریفیوژاش رو، دستگاه‌هایی است که به غنی‌سازی اورانیوم میپردازه، و اونها رو تحت نظارت بین‌المللی در واقع ذخیره خواهد کرد. ایران از سانتریفوژهای پیشرفتش استفاده نخواهد کرد طی 10 سال آینده و همینطور 98% از اون ذخیره اورانیوم غنی شده رو کنار خواهد گذاشت. ایران در حال حاضر اون ذخیره ای از اورانیوم داره که میتونه 10 بمب اتمی بسازه. این به کل اندک خواهد شد اون ذخیرهش و ذخیره این مسئله تا 15 سال ادامه پیدا خواهد کرد. به خاطر این توافق ایران تغییر خواهد داد اون راکتوراشو که نتونه در واقع تسلیحاتی از نوع اتمی بسازه و اون سوخت مصرفش رو تا موقعی که راکتور در کار باشه به خارج از ایران خواهد فرستاد. دست کم برای 15 سال آینده ایران هیچ گونه راکتور آب سنگین نخواهد ساخت. به خاطر این توافق ما برای نخستین بار در موقعیتی خواهیم بود که بتونیم تمام این تعهدات رو مورد راستی آزمایی قرار بدیم. بنابراین این
بر اساس راستی آزمایی نه اعتماد. بازرسان 24 ساعت در شبانه روز میتونن به تاسیسات کلیدی اتمی ایران دست پیدا کنن، به تمام اون زنجیره هسته‌ای ایران در واقع دسترسی داشته باشن. تشکیلات ساخت سانتریفوژ و ذخیره کردن سانتریفوژ که مطمئن بشی ایران نتونه تحریف بکنه مواد رو به جای دیگه به صورت پنهانی. بسیاری از این تدابیر تا 25 سال دیگر در حالت اعمال خواهد بود و اجازه خواهند داشت بازرسان که هر محل مزنونی رو مورد بررسی قرار بدن. سازمان بین المللی انرژی اتمی دسترسی کامل خواهد داشت هر موقعی که لازم باشه، هر زمانی که لازم باشه. این مسئله دائمیه و سازمان بین المللی انرژی اتمی همچنین به توافق رسیده با ایران که دسترسی داشته باشه برای اون تحقیقات مربوطش درباره ابعاد نظامی گذشته در ماهیت برنامه هسته ایران. و همینطور جمهوری اسلامی ایران زیر اون پیمان منع گسترش هسته ای اجازه نخواهد داشت که به سلاح اتمی دست بیارن به خاطر فشارهای جامعه بین المللی بر ایران، در حالی که ایران گامه لازم رو برمی‌داره برای اجرای توافق. کاهش خواهد پیدا خواهد کرد از اون بار سنگین تحریم هایی که بود، هم تحریم های آمریکا و هم تحریم های اعمال شده از شورای امنیت سازمان ملل متحد. این کاهش تحریم ها تدریجی خواهد بود، چرا که ایران هم باید اون گام های لازم رو در این راه در مقابل برداره و در مسیر دهه آینده ایران باید اطاعت بکنه از این توافق تا اینکه تحریم های بیشتری برداشته بشه، از جمله 5 سال تحریم های تسلیحاتی و تحریم های موشک های بالستیکی. تمام اینها مورد تحت شورای امنیت سازمان ملل مورد حمایت و تصویب قرار خواهد گرفت و اگر ایران خدشه‌دار بکنه این تعهدات رو، تمام اون تحریم‌ها برمیگرده. برابر این یک وظیفه مشخصی برای ایران و یک پیامای مشخصی برای بینندگان. صحبت آقای اوباما طولانی است ولی خوب در این مدتی که ایشون صحبت کردن به درستی اشاره کردن که جمهوری اسلامی تحت کنترل دقیق کشورهای 5 به اضافه 1 یا بهتر بگیم تحت کنترل آژانس بین‌المللی اتمی قرار داره و حتی تحریم‌های تسلیحاتی که آقای خامنه‌ای چنین مطرح می‌کرد که اینا خط قرمز ماست، تحریم‌های سیستم موشکی ایران و برنامه موشکی ایران و حتی این تحریم‌ها را جمهوری اسلامی پذیرفته و این همون صحبتایی است که من چند روز پیش انجام دادم و معتقد بودم که جمهوری اسلامی حتی این مطلب هم قبول خواهد کرد و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و طبق قطعنامه 1929 خواهد پذیرفت و تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم میپذیره. این که در توافق در واقع آیا مدت برای این تحریم‌ها گذاشته باشن یا نگذاشته باشن باید منتظر بمونیم، ولی اون چیزی رو که من چند روز پیش بهش اشاره کردم در برنامه اینه که تحریم‌های تسلیحاتی نظامی رو جمهوری اسلامی خواهد پذیرفت. بینندگان، یک بار رهبر جمهوری اسلامی، رهبر سابق جمهوری اسلامی آقای خمینی جام زهر نوشید. ما میدونیم در زمانی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت، در همون روزهای اول جنگ صدام حاضر به آتش بس بود و کنفرانس اسلامی نمایندگان خودش رو به تهران میفرستاد، مانند حبیب شتلی و ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان و عرفات رهبر فلسطینیا رو به ایران میفرستاد که اینا واسطه بشن و در واقع جنگ خاتمه پیدا بکنه و ایران خسارت جنگی رو از عربستان سعودی دریافت بکنه. ولی نه، خمینی رهبر جمهوری اسلامی خواهان رفتن به قدس بود، خواهان رفتن کربلا و از طریق کربلا به اورشلیم امروز یا قدس بود و در این مدت چندین سال، 8 سال جنگ، در حدود 100,000 نفر و به شایعاتی بیش از 600,000 نفر از جوانان ایرانی را برای خودخواهی خودش و برای به اصطلاح اسلام خودش به قتل رسوند و این جوانان طبق شواهدی که خود من دارم و مشاهده می کردم در جنگ ایران و عراق، بیشتر اونها 13 تا 14 سال سن نداشتن. بینندگان، من یک داستانی رو براتون میگم. در زمان جنگ آمریکا بر علیه عراق در سال 1991، من در عراق در واقع برای تلویزیون آلمان فیلم برداری می کردم، خبر تهیه می کردم.
در اونجا با یک ژنرال سابق ارتش عراق آشنا شدم که به من چنین میگفت: در زمان جنگ ایران و عراق در یک تپه نیروهای عراقی دژ خودشون را ساخته بودند و با توپخانه به نیروهای ایرانی حمله میکردند. و اون چنین مطرح میکرد که روزانه هزارها نفر از جوانان ایرانی سعی میکردند از این تپه بالا برن و مواضع عراقی ها را به تصرف خودشون در آورن و مورد حمله مسلسل‌های عراقی و توپخانه عراق بودند و صدها نفر کشته می‌شدند. و جالب از این که چنین مطرح می‌کرد ژنرال عراقی که با موج اولی که می‌آمد و کشته می‌شد، موج دوم می‌آمد و موج سوم و چهارم می‌آمد و تمام منطقه و تمام در واقع این تپه پر از اجساد جوانان ایرانی بود. و اون چنین به من گفت که مریض روانی شد و دیگه قادر نبود فرماندهی جنگ و در جنگ عراق در بخشی از جبهه‌های ایران و عراق در دست داشته باشه. بینندگان، این ایدئولوژی خمینی بود. خمینی حاضر بود میلیون ها انسان رو در واقع فدا بکنه که از طریق کربلا به اورشلیم بره، به قدس بره و باعث شستشوی مغزی صدها هزار جوان ایرانی شد. و خب میدونیم بدونه که کوچکترین خسارتی را عراق بده و عربستان سعودی که حاضر بود در روزهای اول جنگ بیش از 50 میلیارد دلار خسارت جنگی به ایران بده و این مبلغ در سالهای بعد تا 100 میلیارد اضافه شد، بدونه کوچکترین خسارتی آقای خمینی در سال 1988 جام زهر می نوشه و قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد را، یعنی قطعنامه آتش بس را می پذیره. یعنی در واقع این شخص خوناشام، من صحبت خوناشام میکنم بینندگان عزیز، در قتل جوانان ایران مسئولیت اصلی رو در اختیار داشت. امروز هم جانشین او آقای خامنه ای در واقع یک چنین جام زری رو نوشیده و مجبور این توافق رو، یا مجبور شد این توافق رو بپذیره با تمامی صحبتایی که میکرد، خط قرمزهایی که نشون میداد و چنین مطرح میکرد که ما اجازه نخواهیم داد سایت های نظامی ایران بازرسی بشه و ما اجازه نخواهیم داد تحریم های تسلیحاتی ایران، تحریمات تسلیحاتی و نظامی ایران انجام بشه. ولی امروز میبینیم که در این موردم کاملا عقب نشینی کرد و جام زهر مانند خمینی آقای خامنه ای نوشید. ولی امروز خواسته های مردم ایران مطرح است. مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی هستند. مردم ایران در فقر قرار گرفتن و در واقع داره تمام ثروت اونا غارت میشه و از بین میره. و من این مطلب و آخرین خبر رو مطرح کردم. درباره حمید بقایی هم به شما بگم که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی دیروز مطرح کرد که حمید بقایی در 10 کشور دیگه سرمایه گذاری های عظیمی کرده، غارت عظیمی از ثروت مردم ایران کرده و اینو به کشورهای خارجی انتقال داده. و این مسئول ایرانی چنین مطرح میکنه که ما اگه بخوایم برخورد بکنیم سالها احتیاج داریم تا ببینیم چه پولهای عظیمی را حمید بقایی در واقع معاون آقای احمدی نژاد از ایران خارج کرده، یعنی در واقع مافیای حکومتی از ایران خارج کرده. و امروز مردم خواهان اینن که این جنایتکاران محاکمه بشن و جلوی دادگاه قرار بگیرن. ولی متاسفانه رئیس جنایتکاران خود آقای خامنه ایست و رئیس دوم اونها در واقع آقای احمدی نژاد که 8 سال باعث فساد کامل دستگاه اداری و تمام نابودی اقتصاد ایران شد، امروز آزاد میگرده و هنوز مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی است. و این مطالب احتیاج بود که در روز توافق گفته بشه. بینندگان، مطلب دیگری که بسیار به نظر من اهمیت داره و در رابطه با توافق اتمی است، مشکلاتی است که امروز اسرائیل و آقای نتانیاهو در رابطه با توافق اتمی و در راه سد کردن تایید این توافق اتمی توسط کنگره و سنا میخواد به وجود بیاره. آقای موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل، ببینین دیروز دوشنبه چنین میگه، من نقل قول میکنم از وزیر دفاع اسرائیل موشه یالون،
میگه در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران، اسرائیل ناگزیر خواهد بود برای دفاع از خود، توجه کنیم، برای دفاع از خود به تنهایی وارد عمل شود. این نقل قوله، یعنی موقعی که تفسیر بکنیم صحبت‌های آقای یلونو، یعنی اینکه ما به تنهایی گزینه نظامی را شاید، البته شاید، من لغت شاید رو من تأکید میکنم، شاید گزینه نظامی رو انجام بدیم. موشه یلون اضافه میکنه، من یک بار دیگه نقل قول میکنم، به گمان اسرائیل یه توافق بد هسته‌ای با ایران در حال شکلگیری است، توافقی که به یک راکتور ایران، توافقی که نه یک راکتور ایران را خواهد بست و نه یک سانتریفوژ از سانتریفوژهای ایران را کم خواهد کرد. نقل قول تموم شد. بینندگان توجه بکنین، همین اکنون آقای اوباما چنین مطرح میکنه و به درستی چنین مطرح میکنه که دو سوم سانتریفوژهای ایران در واقع دیگه کار نخواهند کرد، یعنی از 19 هزار سانتریفوژی که ایران در اختیار داشت و به غنیسازی اورانیوم میپرداخت، در حدود 6000 تا 6500 بیشتر کار نخواهد کرد. چگونه آقای موشه یلون چنین ادعا میکنه که حتی یک سانتریفوژ هم از سانتریفوژهای ایران کم نخواهد شد؟ توجه بکنین به این فیلمی که الان میخوام به شما نشون بدم و صحبتهای آقای نتانیاهو امروز در مخالفت با توافق اتمی است، و به این فیلم توجه بکنین و بعدن من به صحبتهای خودم ادامه خواهم داد. فیلم توافق با ایران یک اشتباه تاریخی شگفت‌آور است. این صحبت‌های آقای نتانیاهو است. از اتاق فرمان می‌خوام که این فیلم رو نشون بدن. همون اشتباهی که با کره شمالی شد. اونا هم کره‌ای‌ها به ما گفته بودند که به ما گفته شده بود که تمام بازرسی‌ها و راستی آزمایی جلوی دستیابی کره شمالی رو به تصریحات اسلامی می‌گیره. دیدیم که چطور شد. مسئله اصلی که این توافق بعدی دقیقاً چیزی که پرزیدنت روحانی می‌خواد. جامعه بین‌المللی تحریم‌ها رو کنار می‌ذاره و ایران برنامه هسته‌ای خودش رو حفظ میکنه. با عدم برچیدن برنامه هسته‌ای ایران، این توافق تا حدود ده دهه دیگه به ایران قابلیت این رو خواهد داد که بمب‌های هسته‌ای متعددی خلق بکنه با یک توشه هسته‌ای کامل. چه اشتباه بزرگ تاریخی، اشتباه شگفت‌آور. اسرائیل به هیچ وجه متعهد به چنین توافق نیست و اسرائیل تعهدی به این توافق نداره، به خاطری که ایران همچنان خانه نابودی ماست. ما همیشه از خودمون دفاع خواهیم کرد. مرسی. بینندگان مشاهده میکنین که تمام صحبت‌های آقای نتانیاهو در تضاد کامل با صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا آقای اوباماست. ولی باید به یک مطلب اشاره بکنم که ما می‌دونیم دکترین مناخیم بگین این بود که باید هر کشوری که حتی دستیابی به راکتور صلح‌آمیز پیدا می‌کنه، اون راکتور باید تخریب بشه. و به خاطر همینم در سال 1981 اسرائیل حمله می‌کنه به راکتور اتمی عراق و اونو تخریب می‌کنه. دکترین آقای مناخیم بگین بدین ترتیبه که هر کشوری در همسایگی و در خاورمیانه بخواد راکتور اتمی رو به وجود بیاره و حتی راکتور اتمی صلح آمیز باشه، اسرائیل اونو نمیپذیره و اونو تخریب خواهد کرد. این دکترین مناخیم بگینه. طبق همین دکترین اسرائیل خواهان این بود که حتی تأسیسات اتمی پاکستان رو به حمله بکنه و تأسیسات اتمی پاکستان رو تخریب بکنه. زمانی اسرائیل در نشستی که با دولت هندوستان داشت به توافق رسیدن با دولت هندوستان که حمله بکنن به تأسیسات اتمی پاکستان و تأسیسات اتمی پاکستان رو نابود بکنن. این در زمانی است که جنگ سرد و جنگ دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در افغانستان وجود داره و در این شرایط که رئیس جمهور آمریکا آقای ریگان به خاطر همپیمان بودن با ضیاءالحق و پاکستان و به خاطر شکست نیروهای شوروی در افغانستان به ضیاءالحق این مطلب رو اشاره میکنه، اطلاع میده و ضیاءالحق پا
هندوستان رو تهدید میکنه و با این تهدید ضیاءالحق که هندوستان رو تهدید میکنه و چنین مطرح میکنه که شهر بمبئی رو با خاک یکسان خواهیم کرد، دولت هندوستان این طرحو عملی نمیکنه. بعدن اسناد وجود داره، بعدن دولت اسرائیل از دولت هندوستان و ایندیرا گاندی نخست وزیر هندوستان خواهان اینه که یک پایگاه هوایی در اختیار اسرائیل قرار بدن تا هواپیماهای بمب افکن اسرائیل در هندوستان جابجا بشن، تمرین بکنن و این در سال 1984 تا بتونن از داخل هندوستان به مواضع و تأسیسات اتمی پاکستان حمله بکنن. ولی این بار هم ضیاءالحق به همپیمان خودش، این بار هم ریگان، معذرت میخوام، رئیس جمهور امریکا ریگان به ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان خبر میده و اون تهدید جدیدی هندوستانو میکنه و چنین مطرح میکنه که نیروهای پاکستان قادرن شهر چندین میلیونی بمبئی را نابود بکنن و یک بار دیگه طرح اسرائیل و هندوستان در این مورد اجرا نمیشه و دولت پاکستان و کشور پاکستان دستیابی پیدا میکنه به بمب اتمی. بینندگان، در رابطه با تأسیسات اتمی ایران هم همیشه بعد از سال 2002 زمانی که تأسیسات اتمی ایران و فعالیت اتمی ایران فاش شد، اسرائیل تا به امروز همیشه مطرح کرده که گزینه جنگی رومیزه، گزینه جنگ رومیزه و اونها حمله خواهند کرد و قبلا از آمریکا میخواستن چنین حمله انجام بشه و امروز آقای موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل چنین مطرح میکنه و در سخنان آخرش آقای نتانیاهو هم به این مطلب اشاره میکنه که ما از خود دفاع خواهیم کرد. در این رابطه بسیار اهمیت داره به مطلب دیگر اشاره بکنیم. ما میدونیم در سال 2007، در 6 سپتامبر 2007 اسرائیل حمله کرد به تأسیسات اتمی سوریه و تأسیسات اتمی سوریه را نابود کرد. تا سال 2007 نه اسرائیل، نه موساد، نه CIA آمریکا اطلاع داشتن که یک چنین تأسیساتی در سوریه وجود داره. برای اولین بار علیرضا عسکری که در آن زمان و قبل از اون وزیر معاون وزارت دفاع ایران بود، در واقع در سفری به استانبول به موساد تمام اطلاعات تأسیسات اتمی سوریه را میده و در اثر اون، بر اساس اون اطلاعات، در 6 سپتامبر 2007 اسرائیل حمله کرد و تأسیسات سوریه را تخریب کرد. ولی جالبه که در مدت چندین ماه اسرائیل از آقای بوش پسر میخواست که حمله بکنن به تأسیسات سوریه و بوش پسر اینو نمیپذیرفت و چنین در ماه مه 2007 مئیردگان رئیس آن زمان موساد به کاخ سفید میره و از بوش چنین میخواد که چنین حمله ای را به تأسیسات اتمی سوریه بکنه و بوش اینو نمیپذیره. در ماه ژوئیه 2007 اولمرت نخست وزیر اسرائیل در اون زمان از آقای بوش چنین میخواد که چنین حمله ای را انجام بده و تأسیسات اتمی سوریه را تخریب بکنه و بوش اینو نمیپذیره و یک بار دیگه چنین مطرح میکنه که باید پرونده اتمی سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد. و آخرین بار در روز 6 سپتامبر 2007 آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل به آقای بوش تلفن میکنه که همکنون هواپیماهای اسرائیل در حال پرواز به مناطق و تأسیسات اتمی سوریه هستند و در ثانیه های جدید، در ثانیه های آینده، در واقع این تأسیسات را تخریب خواهد کرد. یعنی توجه بکنین، اسرائیل نه تنها توجهی در واقع به شورای امنیت سازمان ملل متحد و خواست بوش نداره، بلکه بدونی که اطلاعی بده چنین کاری را هم در زمان 1981 انجام داد، هم میخواست به تأسیسات اتمی پاکستان مخفیانه حمله بکنه و هم در 6 سپتامبر 2007 با اینکه آقای بوش پسر خواهان این بود که برنامه اتمی سوریه باید واگذار بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، چنین کاری را انجام نداد. بینندگان، من به این مطلب به خاطر این اشاره میکنم موقعی که آقای موشه یالون امروز مطرح میکنه که ما گزینه نظامی هنوز در روی میزه، باید اینو جدی بگیریم. اسرائیل تا به حال 3 بار در تاریخ نشون داده که اهمیتی به
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد نخواهد داد، اهمیتی به افکار و نظریات رئیس جمهور آمریکا نخواهد داد و چنین حمله ای را ممکنه انجام بده و در مورد ایران هم ممکنه، من میگم ممکنه انجام بده. البته این بسیار ضعیفه که اسرائیل چنین حمله ای را انجام بده، برای که شرایط دنیا تغییر کرده، اوضاع دنیا تغییر کرده و کشورهای 5 به اضافه 1 یعنی در کنار آمریکا 4 کشور دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد که حق وتو دارن در این توافق شرکت داشتن و اسرائیل این بار به سادگی نمیتونه در واقع یک چنین حمله ای را به تأسیسات اتمی ایران بکنه. بینندگان اگه اجازه بدین من قبل از اینکه به آگاهی‌های تجارتی بریم و بعداً تلفن‌ها رو باز بکنم به یک مطلب اشاره بکنم و اون اینه، عده زیادی از هموطنان یهودی من به من اعتراض میکنن که شما همیشه به سیاست اسرائیل انتقاد میکنین و شما ضد اسرائیلی هستین. بینندگان هر موقعی که من در رابطه با سیاست آقای نتانیاهو صحبت کردم سند آوردم، از اسناد صحبت کردم و از این که در واقع از گزینه نظامی صحبت میشه، این صحبت‌های خود آقای نتانیاهو و چند روز پیش موشه یالون یعنی وزیر دفاع خود کشور اسرائیل. بینندگان به یک مطلب اشاره بکنین، هموطنان عزیز یهودی، شما اصیل‌ترین در واقع نیروهای انسانی هستین که در ایران زندگی میکردین، شما ایرانیان اصیلی هستین که بیش از 3000 سال در ایران زندگی میکردین و شخص من و تمام ایرانیان با شما هیچ مشکلی نداشتن و همیشه در کنار هم در صلح زندگی کردیم و اینکه شخصی بیاد و به سیاست اتمی یک دولت افراطی بخواد انتقاد بکنه، دلیل نمیشه شما چنین مطرح بکنین که این مخالف اسرائیل یا یهود ستیزه. چنین چیزی اصلا در وجود من نیست بینندگان. و اون موقعی که از سیاست آقای نتانیاهو و سیاست حکومت امروز و ائتلاف امروز راستی نتانیاهو صحبت میکنم، همیشه مستند صحبت کردم و از بینندگان میخوام توجه بکنن که هیچ موقع من احساساتی صحبت نکردم و از اسناد استفاده کردم. من از اتاق فرمان میخوام که در واقع آگهی تجارتی رو پخش بکنن و بعدن به مدت 15 دقیقه به سوالات شنوندگان که روی خط تلفن میتونن بیان جواب خواهم داد.